خیلی وقت داریم روی مریخ دنبال حیات میگردیم. ظاهراً چیزی پیدا نشده. شاید تا حالا داشتیم جای اشتباهی رو میگشتیم. اگه به شما بگن احتمال پیدا کردن حیات خارج از زمین کجا بیشتره، حتما به مریخ فکر میکنی. مریخ توی میلیاردها سال اول عمرش خیلی شبیه زمین بوده و ممکنه حتی زندگی هم روش شروع شده باشه قبل از زمین. بعد شرایط عوض شد و مریخ تبدیل به یه بیابون یخ زده شد. همین هم هست که ناسا داره با ربات‌هایی مثل پرسیورنس دنبال سرنخ‌های زندگی قدیمی تو جاهایی می‌گرده که احتمالاً قبلاً آب داشتن، مثل دهانه جزیرو. ولی شاید بهترین جا برای پیدا کردن حیات روی مریخ جای دیگه ای باشه. حتی شاید اونجا الان زندگی داشته باشه. اون هم زیر سطح مریخه. اول باید بدونیم زندگی چطور شروع شد. هنوز خیلی چیزا رو در مورد شروع زندگی روی زمین هم نمیدونیم. البته مطمئن نیستیم که اصلا روی مریخ زندگی وجود داره یا نه. اما بعضی نشونه هان که گول زنندن. مثلا ربات کنجکاو ناسا متان پیدا کرده که فقط شبها توی جو مریخه. روی زمین بیشتر متان رو موجودات زنده تولید میکنن. پس شاید این نشونه ای از وجود زندگی روی مریخ باشه. ولی دلیل قطعی نیست، چون راه‌های دیگه‌ای هم برای تولید متان وجود دارن. چرا فکر می‌کنیم مریخ ممکنه قبلاً یا الان جای زندگی باشه؟ همه چی برمیگرده به میلیارد سال اولیه بعد از تشکیل مریخ. طبق بهترین نظریه‌ها برای شروع زندگی ما به چند تا چیز نیاز داریم. اول از همه آب. همه موجودات زنده روی زمین مثلا به آب نیاز دارن. دوم هم مکانیزمی برای ساختن ساختارهای شیمیایی پیچیده است، مثل کربن. اینها بلوک سازنده زندگی هستند که سلولای اولیه ازشون ساخته میشن. برای اینکه بفهمیم چطور زندگی روی زمین شروع شد، دانشمندا توی جاهای عجیب دنبالش گشتن. مثلا اون جاهایی که از زمین آب جوش بیرون میاد، مثل ته دریا یا چشمه‌های آب گرم آتشفشانی. اینطور جاهان که پر از مواد معدنی و شیمیایی مختلفن که اینها میتونن با هم ترکیب بشن و چیزی شبیه اولین سلول‌ها رو بسازن. اما اینجا تازه اول حیاته. برای اینکه این ترکیبای شیمیایی بتونن به چیزی شبیه زندگی تبدیل بشن، باید یه جوری انتخاب بشن. یعنی بعضیاشون باید زنده بمونن و بعضیا هم از بین برن. این کار شبیه همون انتخاب طبیعی توی حیواناته که فقط قوی ترین ها زنده میمونن. اینجا هم باید شرایطی باشه که بعضی ترکیبا رو نگه داره و بعضی دیگه از بین برن. روی زمین خیلی زود بعد از اینکه خود جسم زمین شکل گرفت زندگی شروع شد. معلوم شده که مریخ هم توی اون دوره اولش شرایط خیلی خوبی داشته. هواش غلیظ‌تر بوده. یک محافظی از جو دورش بوده که ازش در برابر نورهای خطرناک خورشید و یعنی اون تشعشعاتش محافظت می‌کرده و آب هم به صورت مایع روی سطحش بوده. علاوه بر این، آتشفشان‌ها هم مواد لازم برای زندگی رو فراهم می‌کردن. خلاصش اینه که شرایط اولیه مریخ خیلی شبیه زمین بوده و احتمال اینکه اونجا هم زندگی شروع شده باشه زیاده. اما بدبختی اینجاست که این شرایط خوب روی مریخ زیاد طول نکشیده. بعد از 1-2 میلیارد سال اول آب مریخ تموم شد. اون جو دورش از بین رفت و هواش رقیق شد. به همین خاطر اگه قرار بوده روی مریخ زندگی وجود داشته باشه، خیلی زود توی همون 1-2 میلیارد سال اول شکل گرفته و احتمالاً از بین رفته. اما همه جای مریخ نه. ناسا هم به همین داره فکر میکنه و دنبال نشونه های زندگی قدیمی توی مریخه. مریخ نورد استقامت تا الان تونسته حداقل 21 نمونه سنگ از سطح مریخ برداره. این سنگ ها رو از جایی به نام دهانه جزیرو برداشته که قبلن حدس میزنن پر از آب بوده. اگه تو اون آب زندگی وجود داشته، احتمالاً بقایای اون موجودات توی همین منطقه تهنشین شدن و توی سنگ ها گیر افتادن. نکته اینجاست که بعضی باکتری‌های روی زمین تونستن میلیون‌ها سال در شرایط بسیار سخت زنده بمونن. پس شاید باکتری‌های مریخی هم توی این سنگ‌ها زنده مونده باشن. به خاطر همین دانشمندا خیلی دقت می‌کنن که وقتی دارن مریخ رو کاوش می‌کنن، خودشون آلودگی به اونجا نبرن
که بعد به اشتباه آلودگی خودشونو بخوان کشف کنن یا محیط مریخو به هم بزنن. داستان اینجا تموم نمیشه چون موضوع دیگه هم هست. گفتیم که آب مریخ قبلا خشک شده. اما همه جا اینطوری نیست، سطحش آب نداره. دانشمندان فهمیدن که زیر یخهای قطبی مریخ دریاچه هست. حتی 3 دریاچه هم پیدا کردن. این جالبه چون روی زمین هم یک دریاچه زیر یخی به نام دریاچه وستوک داریم که توش باکتری و حتی ماهی پیدا شده. اما احتمال اینکه دریاچه مریخ هم توش پر از زندگی باشه کمه، چون آبی که اونجا هست توی مریخ خیلی شوره و سرده. هر حیاتی راحت اونجا رشد نمیکنه. یه احتمال دیگه هم هست. شاید چیزی که فکر میکنن دریاچه است، اصلاً زیر مریخ دریاچه واقعا نباشه. بعضی دانشمندا میگن این دریاچه‌ای که حدس میزنن واقعا دریاچه است با رادار دیده شده. شاید رادار اشتباهی گرد و غبار رو شبیه دریاچه نشون داده. حالا سوال اینه که اگه قرار بوده روی مریخ زندگی وجود داشته باشه، کجا شکل گرفته؟ دهانه جزیره شرایط زندگی رو داشته، اما احتمالاً جایی برای شروع زندگی نبوده. مثل زمین که سطح زمین و دریاچه ها و دریاها خیلی جای مناسبی هن. اما حیات روی زمین از اعماق اقیانوس شکل گرفت، نه روی سطح زمین. پس اگر زندگی روی مریخ وجود داشته، باید خیلی سریع پخش شده باشه تا به جاهایی مثل جزیره رسیده باشه. اینم خودش یک احتماله. خلاصه هنوز خیلی سوال بی جواب هست. وقتی آب مریخ کم کم داره تموم میشه، نمکاش بیشتر و بیشتر شدن و این برای زندگی خیلی بده، مخصوصا برای این موجودات اولیه‌ای که تازه شکل میگیرن. حتی موجودات پیشرفته تر هم توی اون شرایط سخت دووم نمیارن. پس احتمالاً دهانه جزیره جاییه که بعداً حیات پخش شده، حیات از اونجا شروع نشده. واسه همین جاهایی مثل تپه‌های کلمبیا که چشمه‌های آب گرم داشتن بهتر از دهانه جزیره به نظر میرسن. اگه زندگی روی مریخ فقط توی همون آب‌های اولیه بوده و پخش نشده باشه، پس باید همون جاها رو بگردیم. و تازه جالبیش اینجاست که این چشمه‌های آب گرم میتونن به یک دنیای زیر سطحی وصل باشن. روی زمین دنیاهای بزرگ زیر زمینی وجود داره که پر از موجودات زنده است. این موجودات بدون نور خورشید و هوا توی گرما و فشار زیاد زندگی میکنن. و با اینکه باورش سخته، اما این موجودات زیر زمینی خیلی بیشتر از آدم ها روی زمینن. حالا این موجودات توی عمق چند کیلومتری زمین دارن زندگی میکنن و تازه بعضیاشون تو دمای 120 درجه زنده موندن. غذا پیدا کردن براشون خیلی سخته و سرعت زندگی و رشدشون هم خیلی کمه. ولی به هر حال دنیای متنوعی زیر زمینه. حالا تصور کنیم که شاید زیر سطح مریخ چنین دنیایی وجود داشته باشه. حالا باید دنبال نشونه‌های زندگی در زیر مریخ بگردیم. این موجودات زیر زمینی چون خیلی آروم زندگی می‌کنن، خیلی عمر طولانی دارن. پس می‌تونن زیر مریخ هم چنین موجوداتی با عمر طولانی هنوز دوام آورده باشن و بتونیم پیداشون کنیم. این موجودات می‌تونن توی چشمه‌های آب گرم مریخ زندگی کنن. زندگی آرومی داشته باشن. متنوع باشن. اما فعلا دانشمندا روی سطح مریخ گیر کردن. زمانش باید برسه، تکنولوژیشو باید پیدا کنن که به اعماق مریخ هم نفوذ کنن. شاید اونجا حیات خوبی پیدا کنن. البته اینها همش احتمالاته. شاید اصلا زندگی روی مریخ شروع نشده باشه که ما الان دنبال ادامشیم. شاید هم شروع شده ولی نتونسته پخش بشه. بازم احتمال وجود داره که دنیاهایی زیر مریخ باشن. شاید اون گاز متانی که تو جو مریخ پیدا شده از همین موجودات زیر مریخی باشه. شاید زندگی به دریاچه جزیره رسیده. ما تازه داریم شروع میکنیم به شناخت مریخ و قطعاً چیزای مهمی رو در اونجا کشف خواهیم کرد. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.